ما بازی در واقع برگردیم برای یه مروری بکنیم روی اون هرم تست. هرم تست توی اسپاتیفای حالا مثل جاهای دیگه به این شکل بود که یه QA داریم ما که در واقع وظیفش اینه که کوالیتی اشورنس بکنه، کنترل کیفیت رو انجام بده. و این آدم کسی توی تیم ما کارش اینه که ما وقتی که داشبورد تستمون رو چک میکنیم و میبینیم که خب ما یه سری از تستامون فیل شده، ولی چرا فیل شده؟ ما خب علاوه بر اینکه باید خودمون رو مینتین بکنیم، باید یه سری وظیفه داریم و باید یه سری یه قسمتی از یه فیچری رو دیولپ بکنیم، به یه تیم دیگه یه API بدیم، یا یه سری بالاخره یه هدف گذاریایی داریم باید بهش برسیم. اگه دیولپرای ما هر روز صبح بخوام برن یه ساعت دو ساعت وقت بذارن فقط کد فیکس بکنن، به اصطلاح تست رو فیکس، چون تستا اصلا ممکنه الزاما به خاطر باگ نباشه، مثلا یه شرایطی تو اینفراستراکچر عوض شده، شما باید برید یه سری متغیر عوض بکنید، شما بخواید برید اونو درست بکنید، پی آر سابمیت کنید، اون بره تو مستر، و اینا ممکنه تو روز یکی دو ساعت وقت از دست بدید. اون کیو ای ما کسیه که میره این تستا رو چک میکنه، چرا فیل شده، دلیلش رو پیدا میکنه، اگه خودش بتونه فیکس میکنه اگر در حوزه دانشش باشه، اگه نباشه اون موقع با دیولپر پر پروگرامینگ میکنن که با هم میتونن درستش بکنن. ولی به جز کیو ای توی هرم تستی که ما داریم، بعدش اند تو اند تستامونه که ما از یک کاستم فریم ورک گفتم خودش قدیمیه و جدیداً از اسپرسو داریم استفاده میکنیم، که تعدادش هم به مرور زمان داشت زیاد میشد. یعنی تو هرم تست بعدی رو بعد نگاه بکنیم میبینیم که ما تعداد اند تو اند تستامون داشت زیاد میشد، چون بیزینس کریتیکال لاجیک هایی که باید تست میشد تعدادش رفته بود بالا. اما با یه مقدار بحثی که با هم کردیم توی داخل شرکت دیدیم که همه ی اند تو اند تست های ما درست کریتیکال این سناریو باید تست بشه، اما احتمال اتفاق افتادنش انقدر زیاد نیستش که همه ی اند تو اند تست هامون رو بخوایم بذاریم توی پری مرج، که زمان پری مرجمون رو وقتی یه پی آر حساب میشه بخوایم زیاد بکنیم. در نتیجه ما اومدیم یه مقدار راجع به اند تو اند تست هامون سعی کردیم اوت اف دی باکس فکر بکنیم و در واقع یه جورایی ببینیم میتونیم چیز خاصی رو از این حذف بکنیم یا نه. اند تو اند تست های ما یه سری کارهای مشخصی رو باید انجام میدادن. یکی از کارهایی که باید میکردن این بود که باید برای ما در واقع چیزی که ما اکثر مواردی که ما باشون تست های اند تو اند تست رو مینوشتیم از این موارد ساخته شده بودن. یکی این که باید کور سی پلاس پلاس اسپاتیفای رو میتونستن برای ما تأمین بکنن، چون ما پلی بکمون تو کور سشنمون، کانکتیویتیمون، الگوریتم نسبتا هوشمند پخش تبلیغاتمون و خیلی اطلاعات دیگه، خیلی چیزایی که مشترک بین پلتفرما توی کور نوشته میشه، این کور بین تمام پلتفرمای ما به اشتراک گذاشته میشه، نه فقط بین اندروید و آی او اس، حتی دسکتاپ وب یا ترد پارتی های مثل پلی استیشن و ایکس باکس همه دارن از این استفاده میکنن، در نتیجه همه وابسته بودن به این. یه چیز دیگه که اند تو اند تست ما باید بتونه، در واقع فریم ورکی که ما می‌خوایم باید ازش استفاده بکنیم اگر بخواد جایگزین اند تو اند تست بشه، باید بتونه برای ما تأمین بکنه، باید سرویس هایی که توی اندروید استفاده می‌کردیم برامون بتونه تأمین بکنه. حالا سرویس های مختلفی ما توی اپ اندروید داریم، به جز اون باید میتونست با بک اند ما صحبت بکنه، چون اند تو اند تست یک تست واقعیه، یک تستیه که با بک اند واقعی، با اپ واقعی، با تمام شرایط واقعی، فقط داره یه ربات داره تستش میکنه، باید میتونست با بک اند صحبت بکنه و باید میتونست پرووایدرهایی که ما حالا کانتنت پرووایدرهایی که جزو در واقع چیزای دیفالت اندروید هم، ولی ما یه سری کاستوم کانتنت پرووایدر داشتیم، باید میتونست اونها رو هم برای ما تأمین بکنه. طبیعتا یونیت تست هیچ کدوم از این کارها رو نمیتونست بکنه، چون یونیت تست روی اصلا قرار بود با جی یونیت و روی جی بی ام ران بشه، اصلا قرار بود که خیلی ساده باشه و یه کار خیلی کوچیک رو و خیلی سریع بتونه تست بکنه، در نتیجه شما نمیتونید یونیت تستتون مثلا کور سی پلاس پلاس ما رو بخواید بگنجونید. حتی اگر میخواستید این کار رو بکنید و با روبولتریک تا حدی میشد یه سری از اینها رو خلاصه ما با این فریم ورک یک قابلیت اساسی بتونه به اصطلاح چیز بکنه، مثل اینتگریشن، مثل اینتگریشن با بک اند واقعی ما اگر لازم شد بکنه و بتونه با یه بک اند صحبت بکنه و اگر لازم شد بتونه ریسپانس بک اند ما رو مارک چیز بکنه، سیو بکنه و دوباره برای ما
پخش بکنه. مثلا اینکه یه ریکوستی بزنیم سیوش بکنیم و دفعه دوم میخوایم همون شرایط دوباره تکرار بشه، برای اینکه این ریکوست ما فلیکی نباشه، دفعه دوم مثلا به خاطر شرایط نتورک فیل نشه چیزی، باید میتونستیم این قابلیت رو ارائه بکنیم که یک بار که ریکوست بدیم سیو بشه، بعد با همون ریسپانس مارک شده کار بکنیم. بعد میتونستیم علاوه بر اون کورس رو بند کنیم و به خاطر همین چیزا بود که ما یک فریمورک کاستومایز شده خودمون نوشتیم که بتونیم این شرایط که میخوایم رو برای ما در واقع ساتیسفای بکنه. و بعد میتونست با پرووایدر کار بکنم، اندروید سرویس رو برای ما در واقع مارک بکنه، بتونیم باشون کار بکنیم و کسیت برای ما این کارها رو انجام بدیم. مثلا یه نمونه کوچیکی از اصلا کانفیگش میکنیم آمادش کن. اگر با من رول خاصی اجرا بشه یا قوانین خاصی توی این محیطی رو بسازه با این یوزرنیم با این پسورد و تستی که میخوام بکنم مثلا توی صفحه آرتیست میخوام روی دکمه سی آر کلیک بکنم. بهش بگو ساب کنه. این سنایی ها رو میگیم و کاری که میکنیم این که توی این رو فرم میکنیم اعتباط که میخوایم به این سر هم میگه وقتی که روی این دوید وقتی میگه فرگمنت هستی وقتی که روی این دوید رو کلیک کردید انتظار داریم که این اتفاق ها بیفته. خب خلاصه اصلا خیلی هم از این ادامه بحث دیگه زیاد نمونده، اینه که نهایتا هرم تست ما به این شکلی که کیوی یا منوال تستمون بالاه و ما هر جمعه سر ساعت 10 تا 11 صبح یک تستی داریم به اسم ریگریشن تست. توی ریگریشن تست ما هر کدوم از ما به صورت رندوم یکی از فیچرهایی که دستمون هست با یک یوزرنیم و پسورد رندوم برمیداریم و شروع میکنیم منوال تستش میکنیم. اون تنها زمانی که طول هفته هست که ما منوال تست میکنیم یک فیچر رو، دنبال باگ میگردیم، سعی میکنیم تستش بکنیم. زمانهای دیگه به هرم تستمون متکی هستیم. بعد از منوال اون QA و منوال تستی که هر جمعه انجام میدیم، انتومنت تستمون رام میشه که پری مرج و پست مرج هستن، روی تمام پیارها اجرا میشن و گزارشش داشبوردمون میبینیم. لول پایینتر کست تست یا همون اینتگریشن تستمون هستن که روی روبولکتریک رام میشه، روی جی یونیت نوشیم ولی خب دوست دارم روی جی یونیت بتونیم رام کنیم ولی فکر نمی‌کنم شدنی باشه، و یونیت تست همون که روی جی یونیت و روبولکتریک بسته به نیازمندی همون رام میشه. و این نهایتا یک پایپلاین جدیدیه که ما طراحی کردیم و تمام تست همون قبلش روی تمام تست همون تمام پی آر هایی که میسازیم یونیت تست های که مانداتوری هستن و کست تست همون رو بلکچی کست همون روش اجرا میشه، ریکورد میشه کست ریکورد همون که با همون ها میره توی ریپازیتوریمون که تمام تست هایی که اجرا میشه روی اون کد های ریکورد شده شما اجرا میشه، برای اینکه نباید فلیکی باشه. و ممکنه البته تعیین بکنیم که این از روی ریکورد های من استفاده نکن، هر دفعه ریکورد کن، ولی خب بسته به سناریو داره. اونتا میبینید که هر پیاری که سابمیت میشه تست های لازم روش انجام میشه، کست ها روش انجام میشه، انتومنت تست های کریتیکال روش اجرا میشه، سابمیت میشه میره توی برانچ مستر، تست های پست مرج روش اجرا میشه، تست های سوپا و وریفیکیشن 8 ساعت یک بار و اطلاعات هم روی اون داشبورد ELK میره و ما نهایتا به عنوان یک تیم فیچر توی داشبوردمون میتونیم ببینیم، مانیتور بکنیم که باگی پیش اومد نیومد و چه مشکلی داره، استک تریسش چی بوده و بتونیم حلش بکنیم. این در واقع خلاصه ای از اینکه تست چرا باید بنویسیم، یه مقدار فلسفه اینکه چطور باید تست بنویسیم، نه ایمپلیمنتیشن اینکه چطور باید تست بنویسیم، و پایپلاین تستی ما توی اسپاتیفای بود و امیدوارم که تا حد معقولی به درد بخور بوده باشه براتون. از این به بعد اگه سوالی دارید یه چند دقیقه سوالا رو میتونیم جواب بدیم و بعدش هم من دیگه مرخص میشم.
من برای این جلسه بیشتر می‌خواستم روی اینکه چرا باید تست بنویسیم صحبت بکنیم. این بحث رو می‌خواستم راه بندازم توی در واقع کامیونیتی اندروید و یه مقدار رو فلسفه اینکه به چه دردی کجاها میتونه چه مشکلی رو حل بکنه بحث بکنیم و چیزی رو برای دمو آماده نکردم. منتها بنا به تجربه‌ام ترجیح میدم اگر خواستیم تست بنویسیم، حالا چه من بنویسم چه کسای دیگه‌ای که تجربه‌شو دارن، به شکل ما پروگرامینگ و همه با هم و به صورت لایف بنویسیم. اینه که نه، من متاسفانه الان چیزی رو آماده ندارم و کدای شرکت رو هم نمیتونم دمو بکنم. ام آندرلاین تست ما آبجکتی از کلاس پرزنتره، آبجکتیه که میخواید تستش بکنید، چون شما میخواید این کلاس رو تست بکنید و رفتارش رو موقعی آن ویو اویلیبل ببینید چه اتفاقایی براش میفته. منتها این چون یک ریکوست ایسینکرونس، یک ریکوستی که با آریکس شما در واقع فایرش میکنی و منتظر ریزالتش رو وای میستی، سابسکرایب میشه منتظر جواب وای میستی، به این شکل ما اول به ویو خبر میدیم که ویو اویلیبل شد. اتفاقی که اینجا قبلتر توضیح دادیم اینه که گفتیم وقتی که ویو اویلیبل میشه، که اینجا ما توی این کد داریم آن ویو اویلیبل رو صدا میزنیم، بعدش میام یه ابزرویبل میسازیم و یه ریکوستی رو پرفورم میکنیم که این امبار ما در واقع مثلا فرض رو برید میذارید که کلاسیه که ریکوست نتورک شما رو فایر میکنه و وقتی که ریکوستتون فایر شد برای ریزالت سابسکرایب میکنید خودتون رو، میگید که منو به عنوان یه سابسکریپشن اد کن دیستینکت آنتیل چینج، شما وقتی تغییر نکرده سابسکرایب کن روی این اسکیجولر و ابزرو کن روی اینکی اسکیجولر و سابسکرایب کن دیس، همین کلاس آن نکستش قرار صدا زده بشه. ما اینجا کاری که میکنیم چک میکنیم که این در واقع وقتی که آن ویو اویلیبل صدا زده شد تریگر اکشن میکنیم با این تست اسکیجولر. این تست اسکیجولر چیزیه که آریکس جاوای ما رو داره مات میکنه، میگه که چین رو فرض رو بر این بذاره که فایر شده و اسرت میکنیم اول از همه که نباید آن سابسکرایب نباید شده باشیم، چون اگه شده باشیم جواب از دست میره و آن نیکس باید صدا زده بشه. من اینو درست میگی، این اسلایدم باید ادیت بکنم، این اسرت باید داشته، این وریفای باید داشته باشه که این صدا زده شده. سلام، مرسی از ارائه خوبت. نمونه که استفاده کردی خب یه تیم بزرگ بود، کلی دغدغه و اینا داشتش، ولی خب حس میکنم بچه ها که اینجا هستن بیشترشون تیمای کوچیک باشن. تست نوشتن تو تیمای کوچیک چجوری میتونه باشه؟ اصلا نیاز هستش که بریم سراغش؟ من تجربه از این مدت میگیم که هر پروژهی رو که می‌نویسید برایش تست می‌نویسید، حتی اگه می‌خواید یه پروژه خیلی دم دستی بنویسید و آیندهش برای آیندهش حداقل آیدی که برای شما داره اینکه اون اولا بهتون بگم شما برنامه نویس بهتری شما مجبور میشه تمام اصول رو تکرار و تمرین بکنید. حتی اینو فقط برای کسی نمیگم که ممکن تمام تست رو بشه، برای خودم هم میگم، برای اینکه من وقتی که بخوام برم مثلا فردا با یه شرکتی صحبت کنم نمونه کار منو بده توی مثلا گیت هاب ببینه، اینه که ما برای مثلا خودش تست نمیشه نمیدونه چیزی من خود بنویسه و روی طول مهندسی نرم افزار تمرین بیشتری دارید. و وقتی که این هم بهتون بگم تست نوشتن کار سختی نباید باشه، تست نوشتن عین دیولپمنت، اگه برای شما دیولپمنت سخت تست نوشتن هم سخت، اگه دیولپمنت سخت نیست نباید تست نوشتن باید باشه، چون اصول این تست نوشتن وقتی واقعیت بشه نوشتن یه تست کار خیلی ساده. اینه که من به نظر من تمام پروژه ها باید تست باشه. یا اگر کدتون تستبل نباشه بعدن که این تعداد زیاد میشه، آدم ها بیشتر میشن، مثلا خب اون موقع دیگه دچار مشکل میشه. یعنی این تست نوشتن نمیتونه حتی یه ذره به اون ساختارتون کمک کنه که اون ساختارتون اون سیستم پیش بره. حالا ممکنه مثلا کاوریجتون مثلا 100% نباشه، نخواهیم سیستم سپوتیفای اون سیستم پیش بره، ولی مثلا یه تعدادی رو واسهش مینویسیم فقط در حد اینکه بدون کدتون تستبله، مثلا میتونین تستش کنین بعد توی لولای بعدی این مشکل پیش نمیاد. من در ودای بعدی مثلا بعدن که میخواد تیم بزرگ باشه اون موقع میتونید کاوریجتون رو تعیین کنین، عددش بیشتر کنین، حالا اگر که چیزی بخواد خود آرش اضافه کنه به قضیه. این نه، این مطلبی که میگی کاملا درسته، ولی حتی اگه تو پروژه بزرگی دارید کار میکنید و تا الان کد ننوشید، از همین الان به بعد میتونید کد بنویسید. برای مثال اگه دارید همین الان روی تسکی کار میکنید، تو یه کلاسی دارید کار میکنید، برید همین یه دونه کلاس رو ریفکتور بکنید، لازم نیست برید
همه یه پروژه رو بریزید به هم و از اول شروع بکنید تست نوشتن. همین که شما دیپندنسی اینجکشن رو رعایت کرده باشید تا حد خوبی میتونید تست بنویسید. بیاید اون کلاس رو مثلا ریفکتورش بکنید، سینگل ریسپانسیبیلیتی رو توی کلاس ها توی متدش رعایت بکنید و بعد بیاید بشینید برای همون یه دونه کلاس تست بنویسید. قاعدتا برای یه دونه کلاس تست نوشتن اگه بخواید برای اولین بار تست بنویسید نباید بیشتر از مثلا یه روز دو روز ازتون وقت بگیره. اگر بیشتر از این شد و خیلی خیلی به درد سر دیدید دارید میخورید، یعنی یه مقدار تو استراکچر پروژه مشکل هست. این پروژه باید یا ریفکتور بشه یا ری انجینیر بشه، یعنی مینتین کردن این پروژه در پروژه‌ای که نشه براش به راحتی یا حالا حداقل با دردسر متوسط نشه براش تست نوشت، یه مقدار تو استراکچرش یعنی مشکل هست. من یه مقدار توی اون این که مثلا بخوایم از فریمورک های خودمون رو شنگ کردم که بگم میشه اینا رو ما یه در شده ولی بگم هم خیلی فایده ای نداره، در واقع یه سری اطلاعات حفظی میشه برای همه. خیلی ممنون از ارائهتون. سوال همین بود که توی end-to-end تستا سرور رو ماک نکردین؟ میشد که سمت سرور رو ماک کرد؟ اینجوری بهتر نبود؟ هزینه ها پایین تر نمی اومد؟ کل در واقع مفهومش اینه که تمام سیستم و به شکل واقعی تست بشه. شما وقتی که سرورتون رو ماک بکنید دیگه اصلا end-to-end تست نیست، یعنی تو اون لیول نیست. مزیت عمده end-to-end تست در اینه که در شرایط واقعی تست بشه، چون شما میخواید هزینه اون تست رو بدید که اون سناریوی کریتیکال براتون تست بشه. مثلا نمونه، شاید گفتم یک نمونه واضحش مثلا پرداخته. شما نمیخواید اپی رو شیفت بکنید بره دست مشتری برسه که تحت یک شرایط خاصی پرداختش کار نکنه، یا مثلا پول از حساب کاربر کم بشه ولی مثلا یه چیزی فعال نشه براش. این خیلی خیلی میتونه برای شما تاثیرگذار باشه. یا مثلا یه سری سناریوهایی که خود بیزینس تعریف میکنه، میگه اینا سناریوهای کور پروژه منه، اگه این سناریو اجرا نشه اصلا اپ نره بالا بهتره. یعنی که شما میگید من حاضرم با سرور واقعی تست بشه، زمان از دست بدم، هزینه‌ش هم بدم، ولی مطمئن باشم این تستای من داره پاس میشه. یعنی که اگر شما سناریویی رو میبینید که ماک کردن سرور براتون آف ارزش خیلی خاصی نداره، همون اینتگریشن تست بنویسید، هم راحت‌تره هم کم هزینه تره. دو تا سوال داشتم. مرسی اول نظرهای خوبتون. اولا که در رابطه با این end to end تست، پیمنت ها رو چطوری اگه بخواید تست بکنید داریم میگین تستی که تو محیط واقعی صورت میگیره، یکی اینکه پیمنت رو چیکار می‌کنین، هر بار این پیمنت فیک چیکار می‌کنین، و یکم راجع به این که اگه از API خارجی استفاده بکنین اینا رو چطوری می‌خواید ماک بکنید. خب سوال خوبیه. ببینید این اولندش که شما توی end to end تست نباید چیزی رو ماک بکنید، تمام اتفاقات باید روی کد واقعی و روی انفراستراکچر واقعی بیفته. حالا چجوری این کار رو بکنید؟ اون توی بحث پیاده سازیه. من یه مقدار خلاصه اگه بخوام بهتون بگم فقط چجوری کار میکنیم، مثلا شما میتونید یک اینترفیسی رو اکسپوز بکنید توی end-to-end تستتون، فرگمنتتون میاد اون اینترفیس رو ایمپلمنتش میکنه. مثلا میگید که برای مثال وقتی که این فانکشن این اینترفیس کال شد، این فانکشن توی کلاس من صدا زده بشه، این باتن کلیک بشه، در واقع تمام استپ با استپ این end-to-end تستتون رو می‌نویسید. میگید من این فانکشن رو کال می‌کنم، دکمه لاگین کلیک میشه، این یکی فانکشن رو کال می‌کنم، این بک‌اند مثلا بک‌اند رو صدا می‌زنم، ریسپانس که اون ویت می‌کنم، آیدل وای می‌سم، ریسپانس بک‌اند میاد می‌گیرمش، میرم توی این یکی صفحه. تمام این سناریو رو با کد می‌نویسید. منتها ما مثلا توی اسپاتیفای کد‌هایی که مربوط به end-to-end تست یک انوتیشن بالاش می‌ذاریم، انوتیشن visible for testing. این انوتیشن ما باعث میشه که مثلا پرزنتر شما نمیتونه اون فانکشن رو صدا بزنه، یا مثلا یک کد از یک کلاس دیگه اشتباهی نمیتونه اون کد رو صدا بزنه، چون هایدش میکنه، به اصطلاح قایمش میکنه، فقط برای پکیج تست فقط قابل دیدن هست. شما اگر جای یه جورای پکیج پرایوت میشه برای اون پکیج تست، اگر خارج از پکیج تست اون رو ببینید اصلا نمیتونید ببینیدش در واقع. ولی در واقع نحوه کار کردنش اینه که شما دونه دونه فانکشناتون رو با فانکشنای خودتون صدا میزنید، یعنی مثلا توی اسپن فنسس صدا میزنید الان روی کلیک کن، الان برو مثلا ریکوست بک اند بزن، الان وایسا، الان پارس کن ریسپانس، دونه دونه این کارا رو میکنید. یا مثلا از پرزنترتون میخواهید که ریکوست بک اند رو بزن، جواب پارس کن، فقط به من جواب بده. حالا اینکه استراتژی شما چی باشه دیگه توی تست تعریف میشه اینها. اما API های خارجی تون هم همش باید واقعی باشه. شما تمام
کارهایی که تو این توان تست دارید میکنید باید با در واقع کد واقعی سر و کار داشته باشید. اگر نمیخواید این کار رو بکنید دیگه اون موقع تو لایه اینتگریشن تست تمام اینها ماچ میشه و باش تست میکنید. ولی یه مبحثی وجود داره به اسم تست مایندست. شما وقتی که دارید تست مینویسید یا وقتی که دارید پروژه‌ای رو دارید مینویسید باید با طرز فکر تست نویسی بنویسیدش، یعنی باید جوری تست رو بنویسید که بهتون بگه خب همین الان اگه لازم شد برای این تست، برای این کد یه تست اند تو اند تست بنویسید چه جوری مینویسیدش. یعنی توی ذهنتون باید این باشه که من اینو باید همین الان یعنی جوری بنویسم که بتونم اینو اکسپوز کنم برای این API، برای اینتگریشن تست اینجوری کدشو مینویسم، برای یونیت تست اینجوری مینویسم، اگه لازم شد اند تو اند تست بنویسم اینجوری اکسپوزش میکنم. در واقع شما باید تست نوشتن رو جزوی از پروسه دیولپمنتتون در نظر بگیرید که بتونید راحت باهاش در واقع تست بنویسید. خب آرش یه چند تا چیز دیگه، یکی این که Adobe Electric کلن میخوام که چقدر استفاده میکنه کلن. خب یه API خاصی رو ماک کرده و بقیه API ها رو نداره، یعنی مثلا فقط تا API 5 رسیدن ماک کنن. کجاها رو مثلا سمت دیتابیس من دیدم که الان مثلا روم میاد از Adobe Electric بعضی استفاده میکنه، یه سری جای دیگه اونجا رو چیکار میکنید؟ اصلا تست میکنید سمت دیتابیس مثلا چون کانتکست لازم دارین، سه چیز اینجوری لازم دارین، دارین باش کاری انجام میدید؟ اصلا اینستریومنتشن یا اینکه نه یونیت تست واسش نوشتین خودتون چیزی کنارش اضافه کردین کلا دیگه زدین Adobe Electric رو؟ اگه بتونید بگید راجبش خوب. ببین ما این لایبرری هم که توضیح دادم رانرمون SP Adobe Electric تو اسلایدم هست، اینه که ما بالا سر روبولکتریک یه سری چیزهای دیگه اضافه کردیم برای ماک کردن اطلاعاتی که روبولکتریک نمیتونست ماکش بکنه. یه کاری که ما کردیم این بود که برای اپلیکیشن اسپاتیفای یک شادو تعداد خیلی زیادی شادو نوشتیم. شادوها کارشون اینه که در واقع میاد اسپاتیفای مثلا اپ شما رو براتون ماک میکنه، میگه که فرض کنید این اپ شما هست. اگر بخواید میتونید کاری بکنید که شادو شما قبل از روبو الکتریک وایسه یا بعد از روبو الکتریک وایسه، و کاری که میکنه اینه که میتونید بگید که آقا من این ریکوست خاص رو خودم هندل میکنم، این ماک کردن خاص رو خودم هندل میکنم. اون مثلا تو اون مچرها بودن که میگفتید مثلا when این اتفاق داره میفته then اینو ریترن کن، تو خود استایم که میبینیم هست. میتونید یه شادو بنویسید و یه سری چیزها رو خودتون هندل بکنید، کارهایی که روبو الکتریک رو از دستش بر نمیاد براتون. اینه که ما تعداد زیادی شادو داریم و شرایط مختلفی رو که نمیشه با ابزارهای عادی تست که خودمون براش مینویسیم و چیز مرسومی هم هست این که در واقع با شادو جاهایی که نمیشه رو خودتون هندلش بکنید. یه نکته دیگه، الان یکی از بچه ها راجبه همین که همش باید با سرور باشه سوال کرد. یه چند ماه پیش داشتیم با هم دیگه صحبت میکردیم راجبه این که موقعی که صدای من میاد دیگه، آره. موقعی که اپلیکیشن ریل تایم باشه چی؟ مثلا فرض کن یه چیزی مثل ترلو مثلا یکی یه جای دیگه بورد رو جا به جا میکنه، بعد تو میخوای ببینی رو بورد تو جا به جا شده یا نه، یا هر چیز ریل تایم دیگه، مثلا اونجا فکر میکنم ما به نتیجه رسیدیم که باید یه سری جا رو ماک کنیم توی در واقع ریپوزیتوریمون. حالا یا تو همچین چیزی اگه چیز جدیدی بهش رسیدی میخواستم اینم که بچه ها ببین ما یه چیزه اسپاتیفای یه چیزی شبیه این سناریوها رو داره. اگه دقت کرده باشید شما مثلا توی مکتون اگر اسپاتیفای در حال پخش باشه و تو اپ اندرویدتون با پلیرتون رو میتونید کنترل کنید، میتونید دکمه نکس رو بزنید مک، مثلا حالا مک یا مثلا دسکتاپتون میشه بکنید مک، میتونه بره آهنگ بعدی پازش کنید، آهنگش رو کم و زیاد کنید یا برعکسش. این یه فیچریه به اسم کانکت که ما اینترنالی مال خود شرکت و همین لایو سوکت در واقع لایو کانکشنه. اتفاقا چند وقت پیش اینا ارائه میدادن و دقیقا اینا یه سری از سناریوها رو ماک کردن برای اینکه نمیشد براش اند تو اند تست نوشت، نمیشد قابل تست شدن نبود. در اگر هم میخواستن بنویسن یک فریم ورک خیلی خیلی هیولایی باید مینوشتن که خودش سوکت رو هندل کنه هم تو کلاینت هم تو بک اند و عملا ارزش اینکه حتی برای شرکتی به گندگی اسپاتیفای هم ارزشی نداشت که بخوام بیا این رو بنویسم. البته برای ما هم جزء کریتیکال سناریوهامون نبود ولی شدنی هست در مجموع نوشتن اینترنت استارش، ولی با هزینه زیاد. شما باید با فریم ورکتون بتونه IPC بکنه با بک اند و کلاینت، بتونه همزمان هر دو تا کلاینت API های اینترنال داشته باشه، یه کاری بتونه بکنه که با هر دو طرف همزمان باید بتونه صحبت بکنه برای اپلیکیشن های لایو و
یا میتونید به اصطلاح میگم دیگه میره تو مبحث‌های تخصصی خودتون بعد اینو مثلا ما این کارو نکردیم. خب دیگه میتونیم پرزنتیشن تمام کنیم. خیلی ممنون ازت. خواهش می‌کنم. ممنون از شما. خسته نباشید. خداحافظ. خداحافظ.